چطوری بچه ها، خوش اومدین به رادیو اکتیو زون. امروز تو این ویدیو به دو تا ترک میخوایم ریاکشن بریم. جفت ترک کوتاه، واسه همین گفتم که جفتش رو توی یه ویدیو ریاکشن برم. ترک اول پوبون هیپوپولوژیست مونراک، یک دقیقه خورده یه این ترک. و ترک دومی که میخوایم ریاکشن بریم ترک کپتن هوک از پویان نردلانه که اونم فکر کنم 2 دقیقه خورده ای باشه. سری بریم و بیایم و این دو تا ترک رو منگوش بدیم. برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن. قبل از اینکه بچه‌ها این دو تا ترک رو با هم گوش بدیم، خواستم تسلیت بگم به خاطر اون سه تا عزیزی که اعدام شدن، به ناحق اعدام شدن. اصلا کلا بحث اعدام حق و ناحق نداره، مخصوصا تو ایران، ولی سه تا عزیز اصفهانی که به خاطر پرونده خان اصفهان اعدام شدن، من الان توی کامنت ها دیدم یکی نوشته بود که آقا تسلیت گفتن تو به چه درد ما میخوره. آقا اصلا بحث اینه که شما اورنس رو بیشتر بکنی، آگاهی رو بیشتر بکنی. یعنی اگه یه نفر با یه استوری بیا تسلیت بگه، کسی که نمیدونه از قضیه پرونده بچه های خانسان آگاه میشه، میره تحقیق میکنه ببینه چی بوده. پس اگه یه نفر داره صحبت میکنه وکال راجبه یه قضیه حدی تسلیت هم میگه، نه این بزنین تو سر طرف یا چرا داری تسلیت میگی. حداقل میگم 4 نفر که نمیدونن از این داستان این پرونده با خبرون شمالو، در کل خیلی تلخ بود. کسی که نمیدونن برن کم راجبش تحقیق بکنن و امیدوارم که بالاخره اون روز خوب بیاد. بریم بچه ها با ترک پوبون پاپولیز شروع بکنیم. 2 نفری که با هم کلی بیف داشتن، قرار دعوا هم میخواستن بذارن حتی، ولی الان فکر کنم دومی فیتشونه. یه فیت بود توی آلبوم کپسول پاپولوژیست قرص 2 و الان این طرف این ترک پوبونه که هیپوپولوژیست اومده روش خونده. فقط من نمیدونم چطوری 2 نفر با هم ترکشون به 2 دقیقه کشیده نشده. بریم آقا، مون راک از پوبون و هیپوپولوژیست. بکنم جدی اگه آماری بگیرو از شکوی پاپولیجیس، 70%ش حداقل زاناکس رو استفاده میکنه. یالا یا زاناکس یا زنی، بالاخره یه چیزی از زاناکس. عادت ولی بهش ندارم عادت، خودم بهشم دارم عادت. بری فردا اگه نباش زاناکس چی، اگه نشوی آدمس چی، اگه نشودی بالانس چی، اگه رفت از سرش باز بپیچیم پشت سرش. ای برات میگم افریکام میاد خنده لبت، خنده لبت. الان کجام میخوام نگم، ایگنوری بپرسی ازم، چون قیده همه رو زدم، همه چی رو گرفتم به چپم. یه چکی کاملا اکسپریمنتاله بچه ها این ترک، یعنی اصلا چی میگم مینستریم و هیت درستش ازم، چون قیده همه رو زدم، همه چی رو گرفتم به چپم. من رو سیف میکنن سمو، من همه ای میکنم خمو، مثل مون راک خوشتمی که میرم با نفر بعدی. داستانو زندگیم گیم میشه، یه رو فقط وزی و لوات نی، چون هر رو دارم فلش بک، نمیپرم با آدم عادی. من تو رو کشفت کردم، این معنی شقدر باحال چیز شد، چون هر رو دارم فلش بک، نمیپرم با آدم عادی. من تو رو کشفت کردم، من اون تو که الکل و رازی بی خیال حرف. این باحال، با اینکه ترک اکسپریمنتاله، دیپوپولوژیست پانچه خودش رو، لفظه خودش رو میاره، میگه من تو رو کشفت کردم، مثل اون طوری که زکریای رازی اومد الکل رو کشف کرد. من تو رو کشفت کردم، من اون تو که الکل و رازی بی خیال حرف و احساسی. رو تخ منو کن رازی، فیشن سبز روی مون راک. دوتا سگ دارم میرن کتواک، زمین برف هوا کول. دوتا سگ دارن میرن کتواک، نه با فیشن سبز روی مون راک. دوتا سگ دارن میرن کتواک، زمین برف هوا کولاک. بیا شب صبح برو کودلاک بچه. چه ترک عجیبی، ببین خیلی جالبه قضیه. ببین چیه، من فقط نمیدونم چطوری پوبون اومده یه خط نوشته که فکر کنم میشه 6 کلمه، مون راکو خورد کن چون من
هاید نمیشه فکر کنم 6 7 کلمه نوشته، بعد زنگ زده هیپوپولوژیست میگه بیا با هم فیت بدیم، بعد کلش فقط یه لاین رو میگه، همون لاین رو تکرار میکنه، به هیپوپولوژیست یه ورس میذاره، بعد دوباره همون لاین رو دوباره 3 4 بار تکرار میکنه. یه میگم یه شکل کاملا اکسپریمنتال از هیپوپولوژیست و پوبون. خیلی دوست هم میگم ببینم اصلا چی شده به مغز پوبون، چی زده که اصلا گفته خب بذار من این چک رو فیت کنم، یه لاین بنویسم بقیه‌اش رو بذارم هیپوپولوژیست. ولی حالا جدا از شوخی، کلا چک میگم اکسپریمنتالی بود، کسایی که با این سبک حال میکنن حتما این چک رو دوست دارن. و کلا کار اکسپریمنتال بچه ها همین طوری هم هست، یعنی اصلا اسمش همینه، اکسپریمنتال یعنی تجربی، یعنی یه کار تجربه می‌بندن ببین اصلا چطوری مخاطب دوست داره، خودشون دوست دارن یا نه. و این از این. بریم سخت ترک بعدی، پویان اردلان ات فری استایل کاپتن هوک. اینو من تیزرش توی اینستاگرام دیدم خیلی حال کردم، و پویان اردلان که دیگه الان عضو رسمی پایدارم هست، کلا پایدار خیلی فعال بوده، یعنی افمان که چند تا ترک خفن تالا داده، مخصوصا ترک اوجیش، اون ترکی بیاده که کلا چیزم بود دیگه، ریمیکس هم شد که هم ایمان اون هم جیدال توش بودن. از اون طرف جیدال امروز ترک داد که مثلا فردا بهش ریاکشن میرم دیگه، کی خود ایمان اون ترک داد، الان هم که پویان اردلان ترک داده، فقط تهم یه جوری میشه بگیم با هیپوپولوژیست یه ترک داد. بریم ببینیم که کاپتن هوک چطوری است. پرودوسر رو ننوشه دارا، نوشه روبیو، کو پرودوسر و انجینیرد بای دارا، و کارگردان قضیه هم که ویژن بوده، کارش خیلی خفنه. این آسانسور آشناس. بیا شیم شهر و مانترای برات، بی تو کردم الان بار داره برات، زدم دیرشون که گنجا تا چی گفت بی تو کردم الان بار داره. اولی که چه فلوی پشمان ریختن، میگه بی تو کردم الان بار داره برات. خب یکی این که باردار وقتی طرف کرده میشه باردار میشه، و یکی دیگه هم بار بچه ها بهتون گفتم میشه همون مثلا پانچ لاین، مثلا میگه چه باری زد طرف، چه لفظی اومد بعد زنی آقا. بیا شیم شهر و مانترای برات، بی تو کردم الان بار داره برات، زدم دیرشون که گنجای تلاس، صبح و میگیرتم شامگاه خلاص، با گوشه دارم تو چهار ماره تماس، میگن طول موجت با ماه تراس، شیب و فراز با این بام پای فلات، هدا میزن بام پای نوا، کپتن نبی موجی وی بی ای ای رپه ملودی که ریری مریه، چه همو یلاش خورو تو بازی جدی مدیه. ببین چه صدای باحالی داره بچه، سبک باحالی میخونه. رپ ملودی که ریری مریه، چه همو یلاش خورو تو بازی جدی مدیه، دارا میگه بهشون یه رو بده یه دیسه دیره، پیو واسه تیم و من تتو میکنه، فاسه تو هم تیزم که میگه چیه زن اول، پیو واسه تیم و من، پیو واسه تیم مو من تتو میکنم، پی از پایدار، میگه پی پایدار من رو بدنم تتو میکنم، تتو میکنم فاز تو انتیزم کله تو میبرم دفا میخونم منو فازم تتلو نیکنم تو سخترم پیشم برسونی برم، ولی مو که میگه دفا من میخوام فاز تتلو اونجا نرم منو فازم تتلو نیکنم تو سخترم پیشم برسونی برم، ولی میریزن دورم همه پراد افندی تشبه کیرم آویزونی انت بالا بریم خوردم خوکو اتو میزنم ات کارم این. به من فکر کنم ملوترین و نرمترین دیس تاریخ رو داریم میشم، یعنی دیس ترک نیست سوالی، اصلا داره یه جوری مثلا تیکه میندازه روی نرمترین موجای دریا. تشبه کیرم آویزونی انت بالا بریم خوردم خوکو اتو میزنم ات کارم این، بیای نمیرسی بکنی تو سال تیم، یا تو رو کلیم هم شدیم آیا آیا اتو سر گم شدی آیا بابا خفن گل داری آیا نکنم میگه گم شدی آیا بابا خفن قلدوری و یو خفن قلدوری و یو نکنه نگو خوری و یو بالا من میشه چون خیلی نرم داره بچه ها تیکه میندازه اینش بالا انگار اصلا تو میشینی میگه ای جان تو فقط بیا منو دیس کن نقدم نکنه نگو خوری و یو بالا من میشه چون من ساقه اصلا نفیو میخرم و نبه سپاه وصلا من میتره کمه تو میام اینجا هم داره احتمال زیاد به زدبازی حالا ویلسون میشه چون من ساقه اصلا میام خیلی نرم بده نفیو میخرم و نبه سپاه وصلا من میتره کمه تو میام بشکافه هستم برو میریزن از همه جا باشار دستم میگم بباره نقطه بدخون به گاه بدرف جویت هم درختم بالا ستار ست همیان بالا سر
فقط دارا رقص دارا بخون به گاه بد رفت جوی تام درختم بالا ستار ست همون بالا سر دگه کنی نگاه چپ بر میشه سکم حرف بس زندگی فقط پای داری دایی بسه ریش هستن که ماهی داری دایی واسه همینه که میکنی خواهی مالی گاهی تو هم کپی هستن چرا با ما فاز داری دایی تو تاریکی روشن کردم من این چراغ تو دل وقتی کفودم و بابام پشت میله بودش مینوشتم برای رفیقم رو ویل چرا بودش الان کشه میاد قبل رکورفی چرا خوبه منم پروانه هم یه روزی تو پیلا بوده الان آتیش نو که جیم اتفاق اینم میتونیم بگیم مثلا شاید چیز باشه دیگه تیکه به دورچی چرکی پیله منم پروانه هم یه روزی تو پیلا بود آخه سبکشون هم خیلی به هم میخوره بودش الان کشه میاد قبل رکورفی چرا خوبه منم پروانه هم یه روزی تو پیلا بوده الان آتیش نو که جیم اتفاق فیلترم دوده کارم نتیجه آنالیز دیده دارن فیفا هم بازی میکنن چلسی و آرسنال دویچ هم آرسنال جلو پیلا بوده الان آتیش نو که جیم اتفاق فیلترم دوده کارم نتیجه آنالیز دیده بوده حالا چکا میتره که همشی تام بوده خیلی این فاز آهنگ ها من دوست دارم نمیدونم این چیز جدیده خب که شاید خیلی حال نکنم به خاطر آتوتونش و خاطر سبکی داره میخونه ولی من میتونم این آهنگ ها اصلا 10 بار پشت سر هم گوش بدم خیلی چی میگن روح نوازه نفهمیدی چی شو که چی به چیه فلو من بردش بالا همه دست دارو داشتم این تا یکی بگیره دیه کپتن نیبی موجی به بیه رفم ملودی که غریم نیه چقدر مولاش خورده تو بازی جدی ندیه دارا میگه بشو یه رو دیگه دیسه دیه و تمام چه ترکی بود چه فریستایلی بود کی میگه با این سبک نمیشه دیسک کرد باور کن میتونه پویان اردلان اگه یکی بهش دیسک کنه با همین سبک خیلی نرم طرف هم میتونه دیسک بکنه که اتفاقا این سوزشش بیشتر هم اگه واقعا این دیسک قوی طرف بنویسه تو این سبک بنویسه بخونه خیلی بال در میاد اینم از این ویدیو بچه ها دمتون گرم لایک و سابسکرایب فراموش نشه حتما برید و هم ترک پویان اردلان و هم ترک پوبون از چنل خودشون ببینید که حمایتشن تا ویدیوهای بعدی زن زندگی آزادی.